به نام ایران زمین، آرماننامه جنبش رنسانس یا نوزایی ایرانی فرزندان فردوسی. رنسانس ایرانی یک حزب یا سازمان سیاسی نیست، بلکه یک جنبش فرهنگی است. از آن رو که گرفتاری‌های امروز میهن را بسیار فراتر از صرفاً مسائل سیاسی و در اندازه یک بحران ملی می‌بینیم، درمان آن را نیز یک رستاخیز فرهنگی در اندیشه و اخلاق ایرانیان می‌دانیم. دیدگاه‌های جنبش درباره مقوله‌های بنیادین این چنین است. درباره فرهنگ، الف، سرمایه و توانایی یک ملت دارایی و داشته‌های فرهنگی خیش است که می تواند توشه امروز دارندگان آن ارثیه تاریخی باشد. ایرانیان وارث گنجینه‌ای از اندیشه‌های تابناک و رفتارهای درخشان از فرزانگان خود هستند. این میراث ارزنده را فرهنگ ایران شهری می نامیم که در برگیرنده جهانبینی تبار ایرانی در روزگار کهن خیش و پیرو آن منش، سامان باوری و رویکرد کشورگردانی ایران شهری می باشد. ب. سراشیب زوال را در ایران پیامد دور افتادن از بینش انسانی و زندگی ساز ایران شهری و جایگزینی آن با مرام‌ها و باورهای بیگانه می دانیم. گرچه همه پدیده‌های آیین‌های بیگانه ناگزیر ویرانگر نبودند، ولی آمیختگی نگاه‌های آتنی، عربی، ترکی مغولی و غربی نوین از سده‌های دور تا به امروز ما را دچار بحران هویت و آشفتگی اندیشه نمودند. برای بازسازی اخلاقی، بهسازی اجتماعی و نوسازی اقتصادی نیاز به نگرشی ژرف به نگاه ایران شهری و توشه نیاکانی است که در گذشته ما را به فراز برده و آزمون خود را پس دادند. روشن است زندگی و پیوندهای اجتماعی در دوران کنونی پیچیده تر از گذشته های کهن شده. بنابراین در راه نیکبختی و نوزایندگی میهن، توشه ایران شهری را که با دانش روز همراه و هماهنگ است در میابیم و به کار میبندیم. پ. ایران شهریان زندگی بر بنیاد خردگرایی، گستراندن داد و آبادسازی گیتی را در دستور کار خیش دارند و به شادزیستی، رواداری، آزادگی و دهشمندی بها میدهند و آن را از ارزش‌های بالای فردی و همگانی می‌دانند. ارزگذاری به جان و زندگی آدمی، جانمایه فرهنگ ایران شهری در نگاه به انسان و جایگاه آن می‌باشد. ت. پارسی را به عنوان زبان پیوندی در فلات بزرگ ایران و یکی از ستون‌های استوار هویت ایرانی بزرگ می‌داریم و همچنین برپا داشتن جشن‌ها و آیین‌های ایرانی که به پررنگ شدن ارزش‌های ایران شهری و یکدلی و همسویی ملی کمک شایانی می‌نماید را در دستور کار جنبش جای می‌دهیم. درباره انسان، سه، انسان را سزاوار گزینش آزاد برای راه و روش زیستن خود می‌دانیم. با این سزاواری گزینش برای انسان، خیشکاری وی نیز در راستای کوشش برای ساخت جهانی بهتر همراهش می شود. آزادی های فردی و اجتماعی را بدون پیش شرط پذیرا هستیم، مگر اینکه ایمنی شهروندان و یک پارچگی سرزمینی و همبستگی ملی در کشورمان را تهدید نماید. جیم کوروش بزرگ، نخستین شناساننده حقوق بشر را ارج می‌گذاریم و حقوق بشر را جدای از فرهنگ خردگرا، روادار، آزاده و دهشمند ایران شهری نمی‌دانیم. بر این پایه روشن است که ایرانیان بدون هیچ اگر و امایی در پیشگاه قانون برابرند
و از حق برابر در بهره‌گیری از داده‌ها و خواسته‌های کشور برخوردارند. ایرانیان فارغ از جنسیت، دین، زبان، تیره و مانند اینها در یک ملت، یعنی ملت یگانه ایران گنجانده می شود. چه انسانها را سزاوار یا رایزنی و همپرسی در تصمیم‌گیری های برزن و شهر خودشان می دانیم. همچنان برانیم که در این روزگار بهره‌گیری از کارشناسان، دوراندیشان و دیگر نیروهای کارآمد در کارهای کلان کشور در راستای نیکخواهی همگانی، خردمندانه و دادگرانه است. حکومت ملی که نگهبان کشور، نگهدار ملت و نماینده اراده ایرانیان در جهان باشد را برای ایران و ایران شهریان میپسندیم. درباره دین، در فرهنگ ایران شهری برخلاف برخی فرهنگ‌های دیگر هیچگاه دین و دولت یکی نبودند، گرچه همراه هم بودند. در ایران شهر ما هیچگاه رهبر سیاسی و رهبر دینی را یک جا در یک فرد یا یک نهاد نداشتیم. بنابراین جستارهای مطرح شده در دوران نوین در اروپا همانند لائیسیته و سکولاریسم که به حضور دین در ساختار قدرت و زیاده خواهی های دین سالاران در باختر زمین پایان داد، درباره فرهنگ ایران شهری کاربرد ندارند، زیرا نهاد دولت و نهاد دین در ایران شهر از آغاز یکی نبودند و قوانین کشوری نه بر پایه مذهب که بر بنیاد فرهنگ بوده است. در خود این فرهنگ دین دولتی و دولت دینی جایی ندارند، ضمن این که دین به هیچ روی نباید در ساختار حکومت جایی داشته باشد. دینداری و یا بیدینی در جامعه را برای باورمندان به آنها روا می‌داریم. جنبش نوزای ایرانی یک جنبش ایرانگرایانه در ژرفای اندیشه و منش است. در این راه از سرمایه‌های ارزنده آیین‌های ایرانی بهره می‌گیرد و خود را توانمند می‌سازد. همچنان که از دستاوردهای سازنده و انسانی دیگر تمدن‌ها و آیین‌ها نیز بهره‌مند می‌گردد، این جنبش به هیچ روی نه به دنبال غربی کردن ایران است و نه به دنبال دینی کردن جامعه ایرانی. ایران را ایرانی میپسندیم و در این راستا گام برمیداریم. درباره سیاست، دال، ایران سرزمینی بخش ناپذیر میان همه ایرانیان است، بدین گونه که همه کشور سرای هر فرد ایرانی است. بر این پایه حاکمیت ملی و همچنین حکومت ایران که دولت یک پارچه ایران را در بر میگیرد بخش ناپذیرند. نه تنها ایران کنونی را یک پارچه نیرومند و آباد میخواهیم و بر سر آن با هیچ مرامی با هر بهانه‌ای که دارند سر سازش نداریم، بلکه پهنه تمدن ایران بزرگ را نیز خانه خود میدانیم و به دنبال ایران شهری با فرهنگ به هم پیوسته هستیم که مردمش یکدیگر را بشناسند و برای یکدیگر همدردی و همدلی نشان دهند. در جهان کنونی که حق ناتوان میتواند به آسانی پایمال شود، ایران شهریان باید خود را وابسته به سرزمینی بدانند که توان دگرسان شدن به یک نیروی آبرومند جهانی را داراست. زال، با ارج گذاری به خدمات و دستاوردهای ارزنده برخی از رهبران کشورمان در سده‌های گذشته، بیشتر دولت‌های پس از اسلام را نظام آرمانی نمی‌دانیم. بنابراین به دنبال برقراری آن حکومت‌ها نیستیم و در برپایی شهریاری دولت نیک بر بنیاد دادورزی، آبادسازی و آزادی می‌باشیم. درباره رویکرد، رویکرد فرهنگی روش ما برای برآورده کردن آرزوهای میهنی ماست. نوزایی ایرانی بر پایه فرهنگ ایران شهری فرایندی است خشونت پرهیز و دروغ گریز. آموزش و پرورش نسل امروز و فردا
و بردن دیدگاه های ایران شهری در دامنهای فرهنگی و اجتماعی به درون پیکر جامعه کارآمدترین راه برای رسیدن به دستاوردهای بزرگ جنبش می باشد. سپاسگزارم از دوستان که آرماننامه جنبش رنسانس یا نوزای ایران رو گوش فرا دادید. دوباره خوش آمدگویی میکنم.